خوشحالم که یه فرصت دیگه ای هست که از اینجا خیلی راحت تر شما رو میبینم. شکر برای وجودتون. در پیرو دعای سینا جان دلم خواهد دعا بکنم. ای خداوند، نانهای متبرک نشده خداوند، نانهایی که افسایش نمیابه خداوند و کسی رو سیر نمی کنه، برای همین خداوند این نانی که این نان روحانی که تو برای کلیسای تو، برای کلیساهایی در این فصلها، در این زمانهای آخر تو مهیا کردی خداوند، نزد تو میاریم این نانو تا تو برکت دهنده برکت بدی، تا این نان رو تو تکثیر کنی خداوند، تا گرسنگان کلام تو خداوند سیر و پر بشن و کلیسای تو و نام تو جلال بیابه، چون در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردیم. آمین و آمین. عزیزان، تمامی مردان و زنان خدایی که وعده ای رو به قول برادر سینا مثل یک بذری دریافت کردن، رویایی رو از خدا دریافت کردن، هرگز متوجه نشدن رویا کی، چگونه و چه زمانی به انجام خواهد رسید. هرگز متوجه نشدن، چون که خدا به روش خودش عمل میکنه و معمولاً از ابزارهای استفاده میکنه که بیشتر زمانها برای ما خوشایند نیست. این ابزارها مثل تأخیره که برای کسایی که کم بی‌صبرن واقعاً رنج‌آوره. صبر رنج‌آوره نیست. این ابزار میتونه درهای بسته باشه، میتونه بحران‌هایی باشه که در این زمانی که رویا داره حرکت میکنه، وعده داره حرکت میکنه، بحران‌هایی که ما باش دست و پنجه نرم میکنیم تا بالاخره رویا به مقصد نهایی برسه. در یک جمله اگه بخوام بگم، خداوند مطابق با برنامه ریزی خودش بر وعده های خودش دیدبانی میکنه تا با طریق ها و راه های خودش اون وعده گرانبها رو، اون بذر گرانبها رو در زندگی ما به کمال برسونه. اون بذر مثل اون ویدیو کلیپی که دیدین، من اصلا نمیدونستم که برادر سینا یه همچی ویدیویی آماده کرده، کلیپی آماده کرده، ولی خدا رو شکر که خداوند کلامش رو تایید میکنه. 25-6 سال پیش، دقیقا سالش یادم نمیاد، ولی دقیقا یادمه که روز جمعه بود، ساعت 5:30 صبح بود که در یک وضعیت بسیار بغرنج گیر کرده بودم. برای اولین بار در اون ملاقاتی که جد و جهد میکردم حضور خدا رو تجربه کنم، بسیار ملموس صدای خدا رو شنیدم و از اونجایی که هنوز به صدای خدا آشنا نبودم، خدا چند بار فکر میکنم مجبور شد این پیام رو تکرار کنه. نسرین، اشعیا 54 رو بردار. و من وقتی شتاب زده کلام خدا رو باز کردم، تمام اشعیا 54 وعده های بسیار عالی توش بود که شاید چند تا از اونا تا الان در زندگی من به وقوع پیوسته، ولی یک آیه بود اون روز صبح که به طور عجیبی انگار از تمامی این متن مثل یک نوری بیرون جهید و در قلب من حک شد. این آیه 11 بود که میگه ای رنجانیده و مضطرب شده که تسلی نیافته ای، اینک من سنگهای تو را در سنگ سرمه نصب خواهم کرد و بنیاد تو را در یاقوت زرد خواهم نهاد و مناره های تو را از لعل و دروازه هایت را از سنگهای بهرمان و تمامی حدود تو را
از سنگ‌های گرانبها خواهم ساخت. اون موقع من فقط کتاب مقدس ترجمه قدیمی داشتم. وقتی این آیه رو خوندم کلی به من شادی، تسلی و امید بخشید. ولی در اون تخیل طفلانه خودم عزیزان، در اون شناخت بسیار اندکی که از خدا داشتم و اون چشمایی که محو و کج و کرله میدید، برای خودم از این پیام فانتزی های گوناگونی ساختم. وای خدای من، چه وعده ای! حتما منظورت از این سنگ های قیمتی اینه که تو میخوای به من برکات مالی بدی، میخوای تمامی اون دخل و تصرفی که جمهوری اسلامی در زندگی من انجام شد به زندگی من برگردونی. همینه، خودشه. بعد از مدت هیچ خبری نشد، نیست؟ شروع کردم دوباره به فانتزی ساختن. حتما همینه این وعده. منظور خدا از سنگای قیمتی اینه که به من عطایا بده، مثلا عطای شفا، عطای معجزات. خدای من چه شود؟ خدا اینو وعده داده و حتما خواهد داد. حقیقتا میتونم بگم بعد از مدتی به قول پولس چقدر کودکانه تعقل میکردم، چقدر داشتم سعی میکردم حقایق روحانی خدا رو به خاطر کمبودام، به خاطر منافع و مصالح خودم، به نفع خودم تفسیر میکردم. وقتی با کلام خدا آشنا میشی، بارها و بارها با خدایی در کتاب مقدس آشنا میشی که در یک زمان، عزیزان، در یک جا کل رویا رو، کل وعده رو برای آدم آشکار میکنه، اما سالها طول میکشه که ذره ذره، نیست؟ ذره ذره، این نوری که صبحگاهی هی رو به تصاعده، نیست؟ ذره ذره طول میکشه تا بفهمی خدا چی گفته. ابراهیم رو یادتونه در پیدایش باب 15 گفت ذریت تو رو مثل ستارگان آسمان بیشمار خواهم کرد. چقدر طول کشید عزیز جان ها؟ 25 سال، نیست؟ به یوسف 17 ساله رویا داد، یه رویای عالی. چقدر طول کشید؟ 22 سال. در این 22 سال چقدر در این چاله چوله ها افتاد، در تاریکی های زندان رفت تا اون رویا، تا اون وعده اندازه تنش بشه، نیست؟ وعده پادشاهی اسرائیل رو خدا به داوود داد در 15 سالگی، در 30 سالگی به انجام رسید. ولی 15 سال داوود در اون غارهای تاریکی، در اون انزوا، در اون فرار، در اون گریز، در اون تاریکی ها بیتوته کرد تا وعده خدا به سرانجام رسید. و نه فقط وعده خدا، عزیزان، در کمال زمان خودش به انجام میرسه، بلکه در جهت جلال خودش. آمین. و به خیریت ما، در جهت جلال خودش و برای خیریت تک تک ما به انجام خواهد رسید. خیریتی که الزاماً آرزوها، درخواستها و پیشفرضای ما نیست. آمین داری یا نه؟ در نتیجه برای اینکه این وعده پرعظمت رو که بعد از سالها مدتی فهمیدم، برای این زمانه، زمانهای آخره، برای من فقط نیست، برای بدن مقدسشه، بخوایم کمی روشن کنیم، کمی باز کنیم، باید به گذشته این سنگهای قیمتی نگاه کنیم، نیست؟ که به نوعی این داستان این سنگها و فرایند تبدیل اونها چطوریه، تا بیشتر به این وعده‌ای که 27 سال پیش خداوند به گوشهای جان من برای 3 بار نشان برسیم. آیه 11 میگه اینک من سنگهای تو را در سنگ سرمه نصب خواهم کرد. در طب سنتی عزیزان گفته شده به طور عجیب این سنگ باعث تقویت چشم میشه،
باعث شفافیت چشم میشه، عفونت ها رو از بین میبره. کلا در اون زمان سنگ درمانی رواج خیلی زیادی داشت، برای همین کتاب مکاشفه یوحنا هم از این زبان استفاده میکنه. در مکاشفه باب 3 آیه 18 میگه اینک تو سرمه به چشمات بکش، تو رو نصیحت میکنم که سرمه به چشمات بکشی تا چشمای تو که فکر میکنی که بیناست بینا بشه، چون بینا نیست. وقتی سرمه به چشمات بکشی بینا میشه. در نتیجه عزیزان خدا داره چی میگه؟ این وعده برای چشمای روحانی ماست که پشت صحنه رو ببینیم، به ایمان نه به دیدار رفتار کنیم. آمین. قسمت دوم آیه 11 میگه بنیاد تو را در یاقوت زرد خواهم نهاد. چیزی که در یاقوت زرد این سنگ رو با ارزش و محبوب کرده عزیزان، پایداری و سختی اونه. گفته شده بعد از الماس یاقوت زرد سخت‌ترینه. در طب سنتی هم وقتی در اون زمان بود از این سنگ برای درمان ضعف، ناتوانی و همینجور برای اینکه شجاعت در فرد ایجاد بشه میگفتن از این یاقوت استفاده کنیم. به بیانی از بنیاد و پی یک ایماندار خداوند میگه باید چون یاقوت زرد محکم و قوی باشه. خدا میخواد اینو در ما به وجود بیاره، نیست یه فرایندی. کلیسا عزیزان وقتی پایدار و با استقامت خواهد بود به طور جمعی، که هر سنگ زنده که تک تک شما هستین در ایمان به مسیح استوار و محکم بمونین، باشین و بمونین. اینو اول پتروس میگه. پتروس در باب 2 آیه 5 داره به سنگهای زنده اشاره میکنه و آیه 12 میگه مناره های تو را از لعل خواهم ساخت. این جواهر فقط در شمال شرقی افغانستان نزدیک کابل هست، سرزمینی به نام بدخشان، سرزمینی زیبا که با رودهای خروشان اونجا وجود داره و درهایی که سرسبز و عطرآگینه و شاعران ما هم در سروده های زیباشون خیلی به لعل بدخشان اشاره کردن، نیست؟ این جواهر گرانبها از طیف متفاوتی از رنگ ها مثل آبی، سبز، نارنجی، زرد تشکیل شده. این جواهر در طب سنتی هم جایگاه خیلی ویژه‌ای داره. گفته شده این سنگ ها باعث شفافیت ذهن، رشد معنوی و بهبود تمرکز میشه. پس خدا چی داره میگه عزیزان؟ میگه لر رو در تو نصب میکنم، یعنی تازگی ذهن، نیست؟ تفکرات پاک و خداگونه. به تازگی ذهنه که پولس در رومیان باب 12 آیه 1 میگه رفتار ما، صورت ما متبدل میشه. از سنگ بعدی آیه 12 میگه دروازه های تو رو از سنگ های بهرمان که یاقوت سرخه و تمامی حدود تو رو از سنگ های گران قیمت خواهم ساخت. از اون یاقوت سرخ به سلطان سنگ ها معروفه. میگه درها و دروازه های تو رو از یاقوت سرخ خواهم ساخت، یعنی اونجایی که مخرجهای حیاته. امثال باب 4 میگه مخرجهای حیات از درون ماست، اون حیات درونی که حیات از اون ساطع میشه. به نوعی به انسان باطنی داره اشاره میکنه، انسان باطنی که از اون حیات خداگونه به بیرون ساطع میشه. تو اول پتروس هم داره میگه انسانیت باطنی ما نزد خداوند بسیار گرانبهاست. در افسوسیان باب 3 آیه 16 میگه دعا میکنه برای کلیسا که در انسانیت باطنی به روح خود
به روح القدس، به قوت زورآور بشیم تا مسیح در دلهای ما به وسیله ایمان ساکن بشه. آمین. در نتیجه عزیزان، سرمه به چشمای روحانی داره اشاره میکنه، یاقوت زرد به بنیاد و ریشه یک مسیحی که خدا مشتاقه محکم و بادوون باشه تا در این آتش مصائب و تجربه ها مثل کاه و چوب نباشه که بی دووم و فوری سوخته بشه. لعل بدخشان به ذهنی تازه شده در مسیح، به قول داوود که دعا میکنه ای خدا تفکرات ذهن من تو را لذیذ بیاید. و یاقوت سرخ قلبی پاک که در اون شجاعت و فروتنی، محبت و راستی با هم توامن دیده بشه، نیست؟ با هم. اما چگونه عزیزان این وعده خدا در من و تو، این وعده عالی که حقیقت مطلقه و خدا هدفش اینه این سنگ ها رو در ما کار بذاره، چطور به یه حقیقت قابل رویت در من و تو تبدیل بشه؟ وقتی به یک سنگ نگاه میکنی عزیزان، هیچ زیبایی در اون نمیبینی، نیست؟ گفته شده سنگ های جواهر به طور خاص از حفاری معادن به دست میان، جایی که در فشار هستن، جایی که سالها در تاریکی قرار دارن. حتی گفته شده با شکوه ترین جواهرات زمانی یک قطعه کربن، یک قطعه زغال سنگ بوده در دل معادن، این سنگ های بدشکل و بی ارزش بعد از آن همه تاریکی که در دل معادن قرار گرفتن، با مهارت خاصی عزیزان این سنگ ها باید برش داده بشن، باید تراش بخورن، باید صیقل بشن. و هنگامی که تراش داده میشن، مقدار قابل توجهی از این سنگ تلف میشه، از بین میره. و جواهرسازا میگن هرچه که جواهر کوچیکتر باشه شفافیت اون بیشتر میشه، هرچه که تیزی های او، ناخالصی های او از بین بره، درخشندگی او بیشتر میشه. عزیزان روی این سیاه گذاشتم که ببینی بیشتر. و مهمترین قسمت تبدیل بعد از اون تاریکی، بعد از اون تراش ها، بعد از اون سیقل ها، مرحله ای که باید در آتش گذاشته بشه. ولی وقتی عزیزان کار تموم میشه، به سختی باور میکنی این جواهر کوچیک و قیمتی روزی یک سنگ زمخت بی ارزش بوده، باورتون میشه عزیزان؟ میخوام بگم هر چیز زیبایی، هر چیز نیکویی در زندگی ما وجود داره، خصوصا فروتنی، تسلیم، اطاعت، حتما عزیزان حتما برو برگرد نداره، طی فرایندی سخت همراه با تراشای جدی و صیقل و گذاشتن در آتش سوزان به دست میاد. فصلهای بسیاری بوده که خدا در زندگی من و تو عزمش رو جذب کرده که یک جواهر بسازه، ولی من و تو به خاطر بی صبری تا حد یک سنگ صیقلی فقط به اون اجازه دادیم، نیست؟ زمانهایی بوده که باید تسلیم یک سری شرایط می شدیم، یک سری بی عدالتی ها بود، زمانهایی بوده که باید احیانا احترام خودمون رو از دست میدادیم و تحمل میکردیم و اعتماد میکردیم به خدا، ولی به جاش سقوط کردیم عزیزان در دام خودترحمی. و
و چقدر این موزل میتونه، من خودم تجربه کردم این خود ترحمی رو، که چقدر انرژی ذهنی ما رو تخطئه میکنه، هدر میده و احساسات منفی رو مثل کینه، خشم در ما شعله ور میکنه. و شکایت ما در این زمانها به آسمون رفته. خود من بارها گفتم ای خدا و واقعا منصفانه نیست و من نمیپذیرم. و در این فصلهای سخت اگر گوش شنوا داشتم عزیزان، صدای سنگ تراش ماهر خودم رو از لابلای اون ضربه ها میشنیدم که داره میگه فقط در ازای زمانی تسلیم، اندکی اعتماد به من، میخوام در تو زیبایی بیافرینم. آمین. میخوام همون سنگ های قیمتی که وعده دادم در تو نصب کنم. اما دریغا عزیزان، دریغا که در این زمانها چقدر گوشهای ما ناشنوا میشه، نیست؟ چقدر ناشنوا میشه. خدا به وسیله تراش ها، خدا به وسیله آتش ها، یا به زبان عهد جدید هرس ها، غربال ها قصد داره آن همه پستی و فرومایگی رو، آن همه یعقوب های درون رو از ما جدا کنه تا ما اون شخصیت واقعی خودمون رو بشناسیم، به اون هویت راستین خودمون برسیم. آمین. به قول سی اس لوئیس گفته قشنگی داره، میگه اون مصممه که از من و توی کلب خرابه یک قصر بسازه، چون راغبه که در اون ساکن بشه. و تو و من به انتخاب خودمون میتونیم مانع بشیم. عزیزان ایمان دارم، عزیزان اون پسترین ما رو، ضعیفترین ما رو به موجودات فناناپذیر، به موجودات درخشنده و تابناک تبدیل خواهد کرد، که چشمای روحانی ما، بنیاد و ریشه و فوندانسیون ما، ذهنای منور شده ما، انسان باطنی ما مثل آینه شفاف نیکویی و جلال خدا رو باز بتابونه. و این دگرگونی عزیزان گاهن طولانی و دردناکه، اما این برنامه خداست برای دوستداران خودش عزیزان، نه چیزی، نه حتی سر سوزنی کمتر. اینو با ایمان و اطمینان میگم. حالا سوال اینجاست، چرا برخی از افراد از سختی ها، آتش ها، تراش ها عبور میکنن ولی در نهایت هیچ چیز قیمتی در اونا نمیبینی، نیست؟ و به جای اینکه بس بشن، به جای اینکه قامت روحانیشون در مسیح بلند بشه، قبض میشن، کوچیک میشن، بسته میشن. چرا عزیزان؟ وقتی به کار نقره کار نگاه میکنی، باز هم اون میگه وقتی به نقره باید حرارت خیلی بالایی بدیم. وقتی به نقره حرارت بالایی داده میشه، تمام این توفاله ها به سطح میاد. اگه اون توفاله ها رو که به سطح اومده برداری، برداشتی، اگه بر نداری توفاله ها دوباره به فلز میچسبه. خدا به وسیله آتش مصائب میخواد آن همه فرومایگی انسان کهنه عزیزان که به ما این بختک چسبیده از ما جدا کنه. اگه اون زمان با خدا موافقت کنی، دیگران رو مقصر ندونی، برای خودت نوحه‌گری نکنی، برعکس با تمام قلبت بگی خداوند و خداوند و تو به اون چی که در من داره بر من میگذره، تو میدونی، تو میدونی، تو بر حقی، تو میشناسی. از آن اون توفاله از تو جدا میشه، من نمیدونم چطوری، فقط یه هایی میفهمی یه چیزی هم مسیح در تو اضافه شده، نیست؟ یه قسمتی هم مسیح در تو اضافه شده، افسوده شده. زمانهایی بود وقتی اشعیا 28:48 و 10 رو میخوندم، میگه اینک تو رو قال میذارم، اما نه
مثل نقره، بلکه تو را در کوره مصائب می آزمایم. و در اون زمان ها از شما عزیزان چه پنهون، دلم میخواست این آیه اینطوری نوشته شده بود: اینک تو را در آب معدنی رامسر می آزمایم. باور کنین آرزون بود. اینک تو را در اولاپا، در اون مرتبه‌های سبز کنار دریا می آزمایم. کاش که این آیه اینجوری نوشته شده بود. اما عزیزان افسوس که ما در آتش تعریف میشیم، در آتش معنا پیدا میکنیم، در آتش عمق خلوص ما، ایمان ما، تعهد ما، صداقت ما، وفاداری ما، اون وعده های سرخرمنی که به هم میدیم نیست؟ اونجاست که تعریف میشه. آمین؟ در آتش، زیر دست اون نقره کار، زیر دست اون نقره کار زبردست، سنگ های قیمتی در ما کار گذاشته میشه. در آتش مصیبت هاست عزیزان، تجربه هاست که سرمه به چشمای ما کشیده میشه تا ما چشمای بصیرت پیدا کنیم، بفهمیم الان چیزی که داره میشه پشت صحنه چیه، مثل خدا ببینیم. بنیاد ما محکم میشه مثل یاقوت زرد. این امواج دریا به هر بادی این ور اون ور کشیده نمیشیم. ذهن پاک و روشن و حکیم پیدا میکنیم مثل لعل بدخشان. در اون تراش هاست عزیزان که وقتی با هر ضربه ای که آه میکشی ای خداوند تمومش کن، سلطان سنگ ها که انسانیت باطنی ماست، که از طلا عزیزان نزد خدا گرانبهاتره، در ما کار گذاشته میشه. هرچند با اطمینان میتونم بهتون بگم عزیزان، با ایمان میتونم بگم، چون با پوست و گوشت و خونم تجربه کردم، این خدایی که ما رو میبره در این مصائب اینقدر در محبت و فیض دولتمند و عجیبه که هرگز نمیگذاره که تو فوق از طاقتت از تجربه بیای. یه سانت، یه سر سوزن اجازه نمیده تا میبینه فوری مفری باز میکنه که ما بریم یه نفسی بکشم، البته دوباره برمیگردونه. برای من این طور بود، مثلا میبرد اولاب یا یه جایی یکم نفس بکشم دوباره برمیگردوند. او به زودی میآید از زن و روح خدا مشتاقه آن ذریت مقدس رو، آن ذریت مقدس رو، آن بقیت وفادار رو مثل طلا و نقره مقدس تر بکنه تا تجلی عیسی بر زمین باشه. او به زودی می آید عزیزان. زمان، زمان نزدیک شدن بازگشت ثانوی مسیحه. علائم و رویاها و مکاشفاتی که خدا میده بسیار آشکاره که حتی اگه سرمه در چشمت هم نکشی، بینا نشی، میتونی تشخیص بدی. و متاسفانه هرچند بسیاری افراد هستن که به بازگشت مسیح شک میکنن، میگن از دوره رسولان 2000 ساله مرتب دارن میگن مسیح داره میاد، مسیح میاد، پس کو؟ کی میاد؟ اتفاقا عزیزان میخوام بهتون بگم حرف شما ناباوران و شکاکان ثابت میکنه که عیسی مسیح خداوند داره بازگشت میکنه. آمین. چون در کلامش گفته یکی از علائم بازگشت من ناباوری خیلی از افراده. قبل از اینکه این پیام رو ادامه بدم، خیلی خوب میشه خواهرم روح افزا تقاضا کنم به جلو بیاد، رویایی که دیده که یک هفته است داریم دعا میکنیم و مطمئنم که خدا تایید کرده و این کلام رو تایید میکنیم، پیامی که از خداست به سمع شما برسونه. بله،
حدوداً یک هفته پیش بود که من خواب دیدم که یک خیابونی رو که سربالایی بود و خاکی بود من داشتم بالا میرفتم. وقتی به انتهای اون کوچه رسیدم یک تعدادی شیر به استقبال ما اومدن که شبیه شیرهای ایرانی دارای یال بودن. یکی از اون شیرها با سرش به پشت سر خودش اشاره میکرد و میخواست توجه من رو به پشت سر خودش جلب کنه. وقتی به پشت سر اون شیر نگاه کردم، آسمون شکافته شده بود و نور خیلی عظیمی روی زمین میخورد و به وضوح صدای خداوند رو شنیدم که گفت زمانها داره به آخر میرسه، آخرین فرصته. و یک بار دیگه دوباره همین صدا تکرار شد که وقت تمومه، فرصت داره به آخر میرسه. من وقتی به خونه برگشتم، سراغ خانواده خودم رفتم، پدرم اونجا بود، خیلی گریه میکردم و با گریه بهش میگفتم بابا من صدای خدا رو شنیدم، خدا به من گفت وقت تمومه، گفتی آخرین فرصته. اما پدرم به من میگفت تو خسته ای، استراحت کن. من میخواستم استراحت کنم واقعا، ولی نمیشد. باز توی حالتی که میخواستم استراحت کنم فقط گریه میکردم و میگفتم من خود شنیدم، خداوند گفت که این آخرین فرصته. و همونجا بود که از خواب بیدار شدم. زمان رو به اتمام عزیزان و فصل فصل آماده سازی کلیساست. داماد داره عروسان خود رو آماده میکنه و ما اگر فصلهای خدا رو نشناسیم، اگر ما کار روح خدا رو درک نکنیم و اگه ندونیم خدا در این فصلها در زندگی ما داره چی کار میکنه، مثل اون باکره‌های نادان پشت در میمونیم یا در اون فرایند تبدیل دل سرد و ناامید میشیم و صحنه رو ترک میکنیم، مثل خیلی ها که ترک کردن. عزیزان در حال حاضر کلیسا در یک فرایند آماده سازیه. فصلهایی بود که خدا غربال کرد، فصلهایی بود که خدا هرس کرد، فصلهایی بود که خدا هر آنچه که ریشه بنیادی نداشت جنباندنی بود، جنباند. در کتاب جامعه باب 3 میگه برای هر چیز زمانی است و هر مطلبی را زیر این آسمان وقتی است، وقتی برای منهدم کردن، وقتی برای بنا کردن، وقتی برای پراکنده ساختن کردن سنگ ها و وقتی است برای جمع کردن سنگ ها. فصلی برای جمع کردن سنگ ها. عزیزان فریاد روح خدا در این زمان ها اینه که سنگ ها رو جمع کنید تا تراش داده بشه، تا زنگارها ازش جدا بشه. نمیدونم چقدر باور میکنید تا ظرفای عزت، ظرفای مستعد برای جلال خدا بیرون بیاد. باشه که در این زمان ها دعای تو عروس مسیح در این فصل آماده سازی این باشه: ای خدا دل منو تفتیش کن، ناخالصی هایی که از چشم تو دور مونده ببین، ای خدا درونی ترین نیت های دل منو تو بیازما. ارمیا میگه دل انسان بسیار مریض و فریبنده است، من نمیدونم. ای خداوند الان اینجا وایستدم برای جلال خودمه، یا دارم پیام تو رو به گوش ها میرسونم، من نمیدونم. ای خداوند فقط نیت های دل منو تو میبینی. ای خداوند پس بیای، خداوند بیا رذایل سنگین و انسان کهنه رو از من جدا کن تا اون زمان سبکبال به سوی تو پرواز کنم. و از این یه چیزی که بسیار مسرت بخشه که در این فرایند آماده سازی آنچه که پاک و نیکو سر تو مستحکم میشه، تقویت میشه، آمین. و آنچه که مثل یک دندون فاسده برداشته میشه، نمیخواهی دندون فاسد برداشته بشه؟ تو به یه دندون پزشک اعتماد میکنی، افراد میرن یه کمرشون و پاشون رو نمیدونم جراحی های چقدر سنگین میکنن، با خوشحالی میرم من به این پزشک اعتماد میکنم،
خودشون رو زیر جراحی میذارن چون میدونن بعدش. بارها دیدم کمرشون پاشون سالمتر از اول شده. ایمان داشته باشیم عزیزان برای آنانی که خدا را دوست دارند، نه هر کسی. برای آنانی که اراده خدا را به جا می آورند، نه هر کسی. عزیزان متاسفم که بعضیا یه جور دیگه اینو موعظه می کنن. برای آنانی که خدا را دوست دارن و اراده او را انجام می دن، همه چیزها، همه آتشها، همه آها به خیریت ایشان با هم در کار است. و چه خیریتی عزیزان، چه خیریتی برای برگزیدگان خداوند با ارزش تر از این که خدا می خواد از تک تک شما سنگهای زنده و قیمتی، ظرفهای عزت بسازه تا جلالش رو باز بتابونه. برای همین خوانده شدیم. میتونم با ایمان و اطمینان بگم خدا از انسان شدن هدف دیگه ای نداشت تا ما چون او انسان باشیم. آمین. تا ما چون او انسان باشیم. خدا نمیخواد باشیم مثل او انسان باشیم. ما روزی عزیزان به همین زودی پیام رو شنیدیم تو کلیسای برمن. فاطمه جان پیام داد، رویایی دریافت کرده بود برای آمدن خداوندمون. به همین زودی عزیزان ما در حیات مسیح جذب و داخل میشیم و جزی از هدیه شگفت انگیزی میشیم که شاهزاده جوان کائنات عیسی مسیح قصد داره چون هدیه ای تقدیم پدر کنه. من نمیتونم بفهمم چطوری، قرارم نیست همه چیزو بفهمیم. افسوسیان 1:10 میگه اراده پدر اینه که همه چیز، خواه آنچه که در آسمانه، خواه آنچه که در زمینه، در مسیح گرد بیاد، در مسیح جذب بشه. عزیزان جدا از مسیح از محلال و پوسیدگیه و دیگه هیچ. هر روزی همه در او جذب خواهیم شد. چطوری؟ نمیدونم. تقدیرهای او کاوش‌ناپذیره، راه‌های او درک نشدنیه. فقط بیایم به جاش، به جای اینکه هی استدلال کنیم، همدیگر کمک کنیم عزیزان که با همدیگه عبور کنیم و جا نمونیم. آمین. گیر نکنیم پشت در. در اون نبردهای ذهنی و مقاومت‌های درونی گیر نکنیم که آخر هم لاین مثل خیلی ها خارج بشیم. چون که اشعیا میگه عزیزان 43 باب 43 میگه خودش وعده داده، میگه چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود، چون من از میان آتش عبور کنی سوخته نخواهی شد، شعله هایش تو را نخواهد سوزانی، چون من یهوه خدا نجات دهنده تو هستم و با تو هستم. خدا یک بار نجات نمیده، بارها و بارها نجات دهنده ماست. و چیزی که عزیزان در این زمانها بسیار ضروریه، در این زمانهایی که اون ذریت مقدس باید پالایش بخورن، خودمون رو به تغذیه روحانی و ویتامین‌های کلام خدا مثل مزامیر، مثل دعای ربانی، مثل جمع شدن با جماعت در پرستش‌های جمعی وصل کنیم تا روح جان ما تقویت بشه برای مقابله با این انسان کهنه که دائما ما رو می‌خواد مسیر خارج کنه. یادم زمان‌های شاید 3 ماه 4 ماه انقدر با تمرکز با حضور مزمور 23 رو میخوندم از صبح تا شب، تا صدای تپش قلبم شده بود تا بتونم در اون آتش با روح تسلیم دووم بیارم. و بعد عزیزان اجازه بدیم که هر توفاله‌ای که رو میاد توبه کنیم،
توبه کنیم، توبه رحمت خداست. توبه کنیم عزیزان، فیض خداست، بر حق داشتن خداست. تو دوباره اون توفاله ها به ما نچسبه، مثل کسایی نباشیم که سالها از آتش گذشتن و هنوزم دارن میگذرن ولی هیچ نشانی از مسیح، فروتنی، قداست مسیح در اونا دیده نمیشه. در اول پتروس 1:6 میگه، من سعی کردم از ترجمه تفسیری اینو استفاده کنم، این سختی هایی که بر ما میاد عزیزان به منظور آزمایش ایمان شماست، همونطور که آتش طلا رو میآزماید و پاک میسازد، ایمان شما رو عزیزان پس از آن که وارد کوره آزمایش گردید سالم بیرون میاره، تا سبب بشه که در روز بازگشت عیسی مسیح مورد تحسین، تمجید و تکریم خدا قرار بگیره. آمین. بیایم در این زمانهای سخت تبدیل عزیزان نه تنها هوای همدیگر رو داشته باشیم، دستای سست همه بلند کنیم، زانوهای ضعیف همدیگر رو با دعا و شفاعت و تشویق قدرت ببخشیم، بلکه مثل پولس یک چیز بکنیم، فقط یک چیز عزیزان، تمرکزت روی یک چیز باشه. که در فیلیپیان باب 3 آیه 13 میگه یک چیز میکنم، یک کار میکنم، آنچه که در عقب فراموش کنم، به سوی آنچه که در پیش خودمو میکشم، کش میدم. عزیزان اینجا وقتی میگه میکشم انگار یه تقابلیه نیست؟ تصور کنین چیزایی که انگار از پشت داره ما رو میکشه، دنیا، شیطان، نفس، نفس اماره داره ما رو میکشه، اما میگه خودمو میکشم، میکشم به سوی انعام بلند خدا، به سوی جلو میکشم برای رسیدم به خط پایان، میکوشم خودمو کش میدم تا جایزه رو، تاج رو به دست بیارم که خدا برای اون منو به دست آورد. آمین. نه فقط منو به دست آورد عزیزان که اینجا بشینیم رو صندلیا، بلکه به بالا فراخواند. آمین. باشه که با صبر و ایمان وارث وعده های نیکوی خدا بشیم، وعده هایی که ما رو شریک طبیعت الهی میکنه. آمین. چند لحظه چشمای خودمونو میبندیم و دعا میکنیم. ای خداوند، ای قوت ما، ای فتح و ظفر و پیروزی ما، تو رو قبل از هر چیز که شایسته محبت میکنیم، قلبمونو در حضور تو تکون میدیم پدر جان، جانمونو در حضور تو خم میکنیم. خدای امین، وفادار، مخصوصا در این آتش و سختی هاست که تو رو بیشتر میشناسیم، محبت تو رو میشناسیم، وفاداری تو رو میشناسیم. اون موقع است که میتونیم دووم بیاریم، بدون شناخت تو نمیتونیم. ای خداوند، برای همین تنها دعایی که در قلبمه، دعای پولس برای کلیسا و کلیسا هاست که میگه خدای خداوند ما عیسی مسیح، ای پدر ذوالجلال، دعا میکنم که روح حکمت و مکاشفه از شناخت خودتو بدی در این زمانها، تو رو بشناسیم، چون بدون شناخت تو از صحنه دور میشیم، پاهامون به عقب کشیده میشه. از روح کشف و مکاشفه از شناخت خودتو به ما بده تا چشمای دل ما باز شه، تا ببینیم امید دعوت تو از ما چی بوده، تو چه امیدی داشتی که ما رو دعوت کردی، که ما رو نجات دادی با اون بهای سنگین. و همینطور خداوند بفهمیم، درک کنیم کدامه اون دولت میراث ما در عیسی مسیح. خداوند این میراث ماست، این سنگهای قیمتی میراث ماست. فقط خداوند اون روح تملک، اون روح تصاحب کننده رو به ما بده، کاری که کردیم خداوند دریافت کنیم، به تملک خودمون در بیاریم. و هم تو پولس دعا میکنه که بشناسیم، بفهمیم
چه مقداره، چقدر عظیمه قدرت بی نهایت تو نسبت به تک تک ما، مخصوصا تو تجربه ها. چون این قدرت یه قوت معمولی نیست، اگه همون قدرتی که مسیح رو از مردگان قیام داد، بالاتر از هر ریاست، هر قدرت، هر جهاندار، هر انسان کهنه، بالاتر از اون نشوند و تمام این پوری رو به کلیسا داد. خداوند دعا میکنم که چشمای دل ما باز بشه، روشن بشه، که امید دعوت خودمون رو بشناسیم و بدونیم کدام از دولت میراث ما در مسیح و چه مقدار از عظمت بی نهایت قدرت تو در هر ضعفی نسبت به تک تک ما مؤمنین به تو. چون در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنیم و کلیسای عزیز و محبوب تو، که آمین که قوت بیابه و منور شه، تنویر ذهن بشه با این کلام، بگه آمین و آمین.